یک دو 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 صدا منو داری؟ صدا منو داری؟ صدا منو داری؟ میگن اکوه، میگن اکوه، میگن اکوه. حاجی، حاجی، حاجی. چه خبر؟ چه خبر؟ چه خبر؟ اکوه بچه صدا، اکوه بچه صدا، اکوه بچه. چکار میکنید؟ چکار میکنید؟ آه آماده برای ترکوندن هستی؟ اکو کامرانی پشت مونده معلم. چه خبر؟ جمجمه مکعبی آقا این چه اسمیه؟ جمجمه مکعبی مگه داریم؟ بریم ما همگه شروع بکنیم خفن خفن تور. 3 ساعت خوابیدم ها، 3 ساعت کار داشتیم، کار. خب بریم ما هم دیگه بتره کنیم یک کلاس خفن با انرژی، با انرژی میخوایم ما هم دیگه بتره کنیم. آقا تابه یه یادگاری گذاشتیم آقا قبل عید دارت بذاریم، فردا عیده، دعا کن اللهم انی اسالک اللهم. چی میگفتیم؟ یادم رفت دعای یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبره اون لحظات، ما هم دعا کنید یا مدبر الليل والنهار. بهترم، یکم حالم بهتره. خب چی کارا میکنید؟ بریم ما هم دیگه شروع کنیم بچه ها یک کلاس خیلی خوب بی‌نظیر، یک کلاس وحشتناک. میخوایم مبحث تابه، یکی از مباحث تابه رو با هم دیگه 2 ساعت میخوایم با هم عشق کنیم، عشق بازی. آماده عشق بازی هستی؟ آماده ای؟ چقدر؟ نه اینجوری آماده به در من نمیخوره، بعد اینجا چت باید جر بخوره بابا. اونی که 28 اسفند داره میاد سر کلاس یعنی خفنه، اون معلمی هم که 28 اسفند داره میاد سر کلاس یعنی داره عاشقته، مریضته، ماچ به کلت، فهمیدی؟ خب بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب آقا ما میخوایم مبحث تابع امروز وارون با هم یکم کار کنیم. تابع، تابع وارون رو میخوایم با هم دیگه کار کنیم. آقا هنر رامین مولایی چیه؟ یه نمونه از کارشو میخواد بهت نشون بده. با هیچی تست بزنیم، پایه‌ای با هیچی تست بزنیم، پایه‌ای با هیچی تست بزنیم. آقا به رفیقاتون بگی نکته و تست به جان بابام شهیدت میکنن، جان بابام میگم. تازه عیدم مسافرت نمیخوام برم، دارم رو جزوه نکته و تست استوریامو دنبال کن، استوری دنبال کن. بریم ما هم دیگه تابع فیکس موس، آماده ای؟ خب من قبل از اینکه شروع کنم، حسین 28 اسفند سر کلاسی یعنی اومدی به ترکونیا. اونایی هم که این فیلمو دارن میبینن قشنگ نگاه کن، اگر 28 نی داری نگاه میکنی الان مثلا 4 5 میده یا فروردینه، بدون خیلی جلویی. بریم هم که آقای مولایی شروع میکنیم. آقا ما میخوایم با هم دیگه خدمت درس کنم تابع وارون رو شروع کنیم از صفر صفر. بریم ببینیم از صفر صفر میخوام درس بدم. یه کاری میکنم پرات بریزه، نکته و تست شرکت کنی حداقل 40-50 تا میری بالا. بیا اینجا آقا تابع وارون، ما تابع رو بریم بکشیم، تابع رو بکشیم، میخوام اول نمودار بکنم. پس مبحث تابع وارون رو میخوام یاد بگیریم. بچه یه چیز باحال بگم بهت، تابع وارون سالی بوده که 3 تا تست تو کنکور اومده، سالی بوده که 3 تا تست تو کنکور اومده، 2 تا، یکی رو شاپ بده. امروز آقا تو 2 ساعت یه تست رو با چشم بزنیم، با چشم ها، غزاله با چشم، آماده باش. آقای مولایی، آقا مثلا یه تابه داریم این فرمی طوری، این تابه منه، بسه نیمساز نایه اول و سبا بکش، نیمساز نایه اول و سبا. خب این تابه منه، شما نیمساز نایه اول و سبا میکش. چی شد؟ چی شد؟ نیمساز نایه اول و سوم میکشی. خب به این میگیم ایگره مساوی با ایکس. آقا اگه من خواستم وارونش کنم، فرضانه اگه خواستم فقط گوش کن آخر کلاس توضیح میدم در مورد خیلی چیزا، اگه خواستم وارونش کنم این نمودار رو باید نسبت به نیمساز نایه اول و سوم قرینه کنم. پس اگر جلسه کنکور گفت یه نموداریو نسبت به نیم ساز ناحیه اول و سوم قرینش کنیم، اگر گفت یه نموداریو نسبت به نیم ساز ناحیه اول و سوم قرینش کنیم، یعنی وارونش کن.
وارونش کن. خب چه جوری میشه بچه ها؟ بچه ها قرمز رو نسبت به خطچین قرینه کنیم. خب بچه این نقطه میاد اینجا، کدوم نقطه؟ این نقطه. نیا کنی این نقطه که قرمزش کردم میاد اینجا. بچه این یه چیز اینجوری میشه. این میشه اف وارون. یه لحظه نگاه کن با من، یه لحظه نگاه کن. اگر تابع شما این باشه، من اگه بخوام اینو نسبت به خطچین قرینه کنم، این میاد اینجا، اینجاش بیا اینجا، اینجا اینجا بیا اینجا، اینجا اینجا بیا اینجا، اینجا آها، این میشه اف وارونش میشه. پس یه نکته یاد بگیریم ما هم، یه جمله قشنگ، یه جمله قشنگ. این زیاد تو کنکور میاد، میگه تابع رو نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم. دانش آموزایی که شما بعضیتون آقا میگید صفرین، نیمساز ناحیه اول و سوم میشه ایگرگ مساوی با ایکس، ایگرگ مساوی با ایکس. آها، اینو بعد نسبت به این قرینه کنیم، سبز میشه، افتاد. نکته اول بسه، اگر نقطه آب مختصات یک و صفر مال تابع باشه، اگر آب مختصات یک و صفر مال تابع باشه، پس آپریم مختصات صفر و یک مال تابع وارونه. یعنی چی؟ بچه وقتی یک و صفر مال تابع باشه، بگو یک و صفر مال تابع باشه، پس مال آقا مال تابع وارون. آره دیگه، اینا دیگه جای ایکس و ایگرگ عوض میشه. یعنی این میاد اینجا، آها، ایگرگ میاد جای ایکسه، ایکسه میاد جای ایگرگ. پس آقا بگو من یک و صفر مال تابعه، جمله رو کامل بگو، یک و صفر مال تابعه، یک و صفر مال تابعه، پس صفر و یک مال تابع معکوسه. حسین دو پنی مال تابعه، دو پنی نگین، دو پنی مال تابعه، پس مال تابعه وارون چیه؟ پنج و دو. هنو خوب نشدم ولی اومدم کلاستو. آقای مدی که دکتر آرامفر خیلی اصرار کرد، آقا رامی بچه ها برو، خیلی امید بستن، اومدم 28 اومدم با حال مریض، ولی اومدم 3 ساعت خوابیدم ولی میتره کنم امرو برا تو. آقا مولایی پس یه نکته، وقتی یک و ده، بگو وقتی یک و ده مانه تاره باشه، فارسی منو بگو، وقتی یک و ده مانه تاره باشه، الهه ده و یک مانه تاره معکوسه. وقتی یک و پنج ماله، بگو وقتی یک و پنج ماله، یک و پنج ماله تابع باشه، پنج و یک ماله تابع معکوسه. حالا اینجا بابا تو کلاس من علمی یاد میگیری، علمی شروبر یاد نمیگیری، از اول شروع کردم درس دادن. این کیه؟ ایکس تابع، ایکس تابع، ایکس تابع، ایکس تابع، ایکس تابع میشه ایگرگ تابع وارون. چی شد؟ ایگرگ تابع وارون. با من بگو ایگرگ تابع وارون. آفرین آقا مولایی جان. امروز تستای 1400 رو با چشم میشی، با دماغ حل میکنی، با دماغ. وایسا این چیه؟ ایگرگ تابع، ایگرگ تابع چیه؟ پسه ایگرگ تابع ایکس تابع وارونه. اصلا ایگرگ تابه ایکس تا... ایگرگ خود تابه ایکس تابه وارونه. آقا تا اینجا که یاد بلد بودی که. پس یه نکته، نیمساز ناحیه اول و سوم میشه ایگرگ مساوی با ایکس. باشه آقا مولایی میخوام آقا مولایی از صفر صفر مادر عکس اینو بگی، فعلا بودو عکس اینو بگیر، عکس اینو بگی، بودو میخوام با هیچی تست بزنم، هنر من اینه، عشقی. عکس گرفتی؟ خب آقا میدونیم نیم ساز ناحیه یک و سه میشه ایگرگ مساوی با ایکس. ناحیه اول و سوم رو نصف میکنه، ایگرگ مساوی با ایکس، ایگرگ مساوی با ایکس. غزاله میدانیم چی؟ نیم ساز ناحیه دو
و 4 میشه ایگرگ مساوی با منفیکس. اگه شکلش هم میخواد آقا اینا بلدی، من میدونم بلدی، جسارت نمیکنم، این ایگرگ مساوی با ایکس ناحیه اول و سومو داره نصف میکنه، نیمساز ناحیه دوم و چهارم هم که شروور، شروور اینها ایگرگ مساوی با منفیکس. بود عکس بگی، بود عکس بگی ببینم، بود نیمساز ناحیه دوم و چهارم میشه ایگرگ مساوی با منفیکس. بود عکس بگیر، بود صدا منو داری؟ صدا منو داری؟ خب آقا اینو یاد گرفتی. خب آقا من یه نکته بگم، اول یه ذره مفهومی درس بدم. اگر تابه رو خواستیم وارون کنیم، ببین گوش کنین بچه ها، اول من علمی بگم، تابه رو خواستیم وارون کنیم از نظر نمودار، بیایید اینجا یه لحظه، بیایید اینجا بچه، یه تابه شما این شکلیه، ببینم کی میگه. میخوام شما بگی آقا با هیچی تست بزنیم. بچه یه تابع این شکلیه، این تابع افه. اگر من بخوام وارونش کنم بسه، ابتدا باید نیمساز ناحیه اول و سوم بکشی، نیمساز ناحیه اول و سوم، این میشه ایگرگ مساوی با ایکس، ایگرگ مساوی با ایکس. پس اگر خواستم شکل تابع وارون رو بکشم، شکل تابع رو میکشم، بعد نیمساز ناحیه اول و سوم میکشم، حالا قرمز رو نسبت به خط چین قرینه میکنم، چی میشه بچه ها؟ این میاد اینجا، برو بریم، این میشه اف وارون. یه ذره بد شده، یه ذره بد شده، یه چیز توی این مایه ها میشه، حالا یه ذره بد شدش ولی خوبه. بذار من یه ذره بهتر بکشم برای شما که قشنگ حالش رو ببری. بیا آه، اینم به تب خوبه، این میشه اف وارون. خب آقای مولایی وایسا، این قشنگ بشه که بچه ها کیفش رو ببرن. اینجا این میشه اف وارون، قبول؟ خب بچه یه نقطه گفتم، اگر نقطه یه مثلا 2-0 مانه تابه باشه، پس تو تابه وارون چی صدق میکنه؟ بگو تو تابه وارون چی صدق میکنه؟ باریکلا، 0-2 آپریم. حالا یه چیز باحال بگم دیوونه شید اینجا، محل وای 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 با هیچی، محل برخورد تابه با تابه وارون ایشالله رو نیمساز ناحیه اول و سومه. چی شد؟ محل برخورده، گوش کن با هیچی، محل برخورده اف با اف وارون انشالله روی ایگرگ مساوی با ایکس است. یعنی چی اینها؟ اینها میبینی؟ گوشتو بیار. اگه گفت تابه رو با وارون قطع بده، نمیخواد وارونشو پیدا کنی. چی؟ نمیخواد وارونشو پیدا کنی. میگه تابه رو با وارون قطع بده، نمیخواد وارونشو پیدا کنی. تابه رو با نیمساز ناحیه اول و سوم قطع بدی، تابه رو با نیمساز ناحیه اول و سوم قطع بدی تمامه. وای 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 وای، عکس بگی از این نکته، بودو.
اوکی؟ خب همه دقت آماده بریم. آقا یه نکته بگم. آقا یکی از بچه‌ها میگه اصلا خب عروس شکل به ما یاد دادی. اوکی اوکی بهم بده همه اوکی بده. همه اوکی بده. خب حالا منو داشته باش. آقا اگر بخوام ضابطه یه تابع وارون رو پیدا کنم چیکار کنم؟ ضابطه یه تابع وارون. مثلا تابع شما اینجوریه. ایگرگ مساویه با مثلا بچه ها. مثلا ایکس به توان 3 منهای 1. من ضابطه یه وارون رو میخوام پیدا کنم. بچه برای که ضابطه یه وارون یا که اول علمی بگم. علمی مفهومی. در کلاس من اول نکات و کامل علمی یاد میگیری، تمام روش‌های تستی هم امروز با هم دیگه می‌بینیم دیوونه میشی. یعنی دوتا رو با هم دیگه، یعنی طراح 1401 به هیچ عنوان نمیتونه تو رو اذیت کنه. آقای مولایی خب من تابع وارون رو میخوام ضابطش رو پیدا کنم. شکلش رو که یاد دادی به ضابطش برای به دست آوردن باید بچه هر چی میگن شروع برای برزور. برای به دست آوردن ضابطه تابع وارون کافیه ایکس رو تنها کنی. بچه بریم ما هم دیگه ایکس رو تنها کنیم. اولا یه نکته جذاب بهتون بگم. تابع ایکس منهای یک بچه ها اونایی که سر کلاس من بودن یادشونه. ایکس نمودار شبیه لوره. گوش کنید بچه ها. ایکس اینجوریه. ایکس یه تابع یک به یکه. بچه ها میبینید یک به یکه. یک به یک اصلا یعنی چی؟ یعنی خط اینجوری بکشی حد اکثر یه جا قطع کنه. یک به یک. ایکس دو یک به یک نیستش. نمودار ایکس دو. آفرین. حد اکثر باید یه جا قطع کنه. خب ایکس سه الان یک به یکه. آقا مولای ایکس سه یه دونه اومده پایین. آها درستش کن. ایکس سه یه دونه اومده پایین آقا مولای. ایکس سه یه دونه اومده پایین. دانش آموز جلسه امتحانش باید بگه. تو امتحان مدرسه بگه این تابع یک به یک. وقتی تابع یک به یک باشه پس معکوس داره. اصلا برای اینکه معکوس رو به دست بیاری باید چیکار کنی؟ گفتم چیکار کنی؟ برای به دست آوردن اول علمی، برای به دست آوردن ضابطه متین، برای به دست آوردن ضابطه تاب معکوس کافیه ایکس رو تنها کنی. ایکس مساوی با ایگرگ به علاوه یک میشه. آقا این اومد این بر دیگه. بچه برای که ایکس تنها شه باید جذر سوم میگیرم. یعنی x میشه جذر سوم y به علاوه 1. x میشه جذر سوم y به علاوه 1. x میشه جذر میگیرن. بچه‌ها الان x تنهای تنهاش. حالا که x تنها شد جای x و y رو عوض کنید. یعنی این بیاد این بر این بره این بر. به جای y هم چی می‌نویسید؟ بچه‌ها نگاه کنید y وارون مساوی با رادیکال با فرجه 3 x به علاوه 1. رادیکال با فرجه 3 x. این میشه نحوه تعیین ضابطه تابع معکوس. یه اوکی بده ببینم. باریکلا حالاشت. خب بریم یه دو تست بزنیم دوباره برگردیم. آقا بریم دو تست بزنیم. انرژی بالاه. سال اول اسم هی امرو نیا کن تو دو ساعت شهیدی وایسا. سال اول مانو کنکور 1395 بوده. از دید آنها متوسطه. آقا تکرار میکنم حله حوله ها شما نه اونا. از دید آنها متوسطه. از دید ما ساده است. گفته اگر fx باشه بسر fx باشه x قدر مطلق x نمودار تابع y مساوی با f وارون x. نمودار f وارون رو میخواد. بچه ها وقتی نمودار گوش کن جمجمه مکعبی مینا وقتی میگه نمودار تابع وارون رو میخوام بسر وقتی میگه نمودار تابع وارون رو میخوام ابتدا تابع رو بکش. آقا بریم x قدر مطلق x رو بکشیم. آماده ای؟ همه اینجا میخوام عشق کنیم. بچه x قدر مطلق x چی میگی؟
میگه آقای مولای اگر ایکس مثبت باشه، ببینید بچه ها اینجوری بگو، اگر این ایکس بچه ها میخوام اینو بکشم، نکته تستی هم میگم دو دقیقه وایسا، اگر این ایکس مثبت باشه خودش میاد بیرون. پس یه قانون همه با هم میدونیم، اگر داخل قدر مطلق مثبت بود خودش میاد بیرون، اگه منفی بود قرینش میاد بیرون. یعنی چی؟ الهه اگر ایکس مثبت باشه خودش میاد بیرون، اگر ایکس مثبت باشه خودش میاد بیرون، ایکس میاد بیرون، چه با این میشه ایکس دو، ایگرگ میشه ایکس دو. بیا بکش آقا ایکس دو این شکلیه. آقا مولایی کل ایکس دو رو نباید بکشی، کل ایکس برای ایکس های مثبت، یعنی انجای بعد باید بکشی، انجای بعد باید بکشی مولایی، انجای بعد باید بکشی. اینم تو پر. حالا چی گفته؟ اگر ایکس من کوچیک‌تر از صفر باشه، پسرا اگر ایکس شما کوچیک‌تر از صفر باشه، اگر ایکس شما کوچیک‌تر، اینجا منفی میشه، مثلا منفی یک، حالا منفی میشه دیگه، کوچیک‌تر از صفر ایکس اگه منفی باشه این منفی میشه، قرینش میاد بیرون، منفی ایکس میاد بیرون، که با این میشه منفی ایکس دو، منفی ایکس دو، ایگرگ میشه منفی ایکس دو. پس منفی ایکس دو رو بکش، این منفی ایکس دو، ایکس دو منفی ایکس دو. منفی ایکس دو رو کشیدی، منفی ایکس دو رو کشیدی برای ایکس های کوچیکتر از صفر، یعنی قبل صفر رو پررنگ کن، قبل صفر رو پررنگ کن، پس بعد صفر پاک میشه. یعنی نمودارت این چه شکلی شده؟ شده من خوشگلش کنم شبیه لور شد. بچه نمودار شما این فرمیتوری میشه، بعد صفر این شد، قبل صفر هم این وری شد. حالا اگه من بخوام وارونش کنم باید چیکار کنم؟ نیمساز ناحیه اول و سوم بکشم، درسته بچه ها؟ برای که بخوام وارونش کنم نیمساز ناحیه اول و سوم میکشم. حالا بریم بچه ها این نمودار رو، این نمودار رو الان قرمزش کنم، این نمودار رو، این تابع شماه وایسی بچه ها، این تابع شما، این تابع شما نسبت به خدچین قرینه کنم، این اینجوری میشه، این میشه اف وارون، ادامهش هم اینها، یعنی اف وارون سبزه میشه، کدوم گزینه؟ گزینه سه. بچه ها اینو یاد کنید، اینو نسبت به خدچینه قرینه کنم، اینجاش میشه اینجوری، بچه ها این تیکه میبینی اینجاش هم اینجوری میشه، کدوم گزینه میشه؟ گزینه سه. 95 حل شد. آقا سوال در حد دهات بودش، خیلی ساده بود، یعنی دهات های آفریقای جنوبی، دهات های آفریقای جنوبی. بابا ما خفنیم، شما شاگرد منی، بیا اینجا. اوکی؟ اوکی؟ باریکشالله خب آه من یه نکته میخوام بگم، یه نکته بگم گوشون آقا، گرما گرم شد، وایسا ببینم خیلی گرم شد. نکته میخوام بگم اونایی که دنبال نکات خوبه، بچه تابعی مثل، تابعی مثل، گوش کن جواب بده مهلا سامی، تابعی مثل ایگرگ مساوی با قدر مطلق ایکس، یه ایکس پشتشه، اگر ضریب قدر مطلق ایکس، اگر ضریب قدر مطلق ایکس، جمجمه مکعبی، اگر ضریب قدر مطلق x توانش فرد بود، مثل x1 قدر مطلق x، x3 قدر مطلق x، x5 قدر مطلق x، توانش فرد بود، نمودار میشه لور، لور رشو بکش، لور این میشه. و یه نکته دیگه، اگر ایگرگ باشه ایکس دو قدر مطلق ایکس، ایکس چار قدر مطلق ایکس، ایکس شیش قدر مطلق ایکس، فاطمه اگر این باشه توان، توان ضریب قدر مطلق ایکس دو، ایکس چار، توانش زوج بود، چیه؟ سهمی، 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 شبیه سهمیه، چقدر خوبیم ما. حالا اگر یه منفی داشت لور نزولی،
این لور سعودیه، لور نزولی. یه لور سعودی ما داریم دیگه دکتر آرانفر، یه لور سعودیه. بله کارش درست. آقای من اگه یه منفی داشتین میشه لور نزولی، لور نزولی. اگر اینجا منفی داشتین دهنه پایین. برو برای بچه محله تعریف کن چقدر خوبیم ما، عکس بگیر چقدر خوبیم ما. برو عکسه. خب آقا من میخوام یه ذره دوباره درس بدم، میخوام شهیدت کنم، میخوام شهیدت کنم، میخوام علمی و بتره کنم. بیا اینجا. خب آقای مولایی من یه چند تا نکته بگم. بیا اینجا بریم برای شهادت. فرزانه یه تابعی داریم مثلا، بچه ها گوش کنید، گوش کنید، یه تابعی داریم مثلا چی میگه؟ ایگرگ مساوی با دوتا ایکس منهای پنج. من میخوام تابع وارونه اینو پیدا کنم. یه لحظه گوش کنید بچه ها، من اول علمی بگم بعد نکاتیسی هم میگم بهت، هی خورد خورد قویت کنم. میگه تابع وارونه اینو پیدا کن، تابع وارونه اینو پیدا کن. اول بریم با هم علمی. برای اینکه تابع وارونه پیدا کنیم اول باید اثبات کنیم این تابع یک به یک. تابع خطی ضریب ایکسش مثبته، این تابع سعودی طوریه، این تابع این شکلیه، ضریبش هم مثبت سعودی طوریه، یک به یک. بله یه جا قطع میکنه اینجوری که نی. پس آقا مولایی یک به یک، تابع اینجوریه. حالا بچه بریم وارونش کنیم. یه فارسی چی گفتم؟ برای که وارونش کنیم اول بریم علمی. برای که وارونش کنیم گفتم چیکار کنیم؟ برای که وارونش کنیم گفتم چیکار کنیم؟ ایکس رو تنها کنیم. بگو دیگه، ایکس رو تنها کن. دوتا ایکس مساویه با ایگرگ به علاوه پنج، یعنی ایکس مساوی با ایگرگ به علاوه پنج دوم. حالا جای ایکس ایگرگو عوضه، جای ایکس ایگرگو عوضه. آقا پس چی شدش؟ این اومد این ور، دوتا ایکس میشه ایگرگ. خون که شب بچه دینام دوام میدونش دیگه، میخواستم مروشه. یعنی ایگرگ وارون جای ایکس ایگرگو عوض کن میشه ایکس به علاوه پنج دوم. تای وارون پیداشت. حالا نکته خیلی مهم چیه؟ یه چیزی داریم به اسم دامنه ی تابع وارون. اینو حفظ کن، دامنه ی تابع وارون، اینو حفظ کن این جمله رو. بچه دامن تابع وارون خیلی بدبخت. یعنی چه آقای مولایی؟ از خودش هیچ اختیاری نداره. یعنی چی از خودش هیچ اختیاری نداره آقای مولایی؟ یعنی میگم تابع وارون دامنه چیه؟ میگه از برد تابع کمک بگیر. چی شد؟ پس دامنه تابع وارون میشه برد اصلی خود تابع. دامنه تابع وارون میشه برد اصلی خود تابع. برد اصلی خود تابع. پس دامنه تابع وارون میشه برد اصلی خود تابع. اونایی که نمیدونن برد چیه؟ برد میشه ایگرگ هایی که میبینی. بچه وقتی یه تابع این شکلی باشه همه ایگرگ ها داره دیگه. یه تابع این شکلی باشه همه ایگرگار داره. وقتی یه تابع این شکلی بودش ایگرگاش اینجا بالا، ایگرگاش اینجا بالا. برد یعنی ایگرگایی که میبینی. قدر مطلق، مثلا منفی قدر مطلق اینجوریه، ایگرگاش پایینه زیر صفره. پس یه سوالی، دامنه یه تابع وارون دامنه چیه؟ میگه دامنه تابع وارون میشه برد اصلی خود تابع. برد خود این تابع بچه، برد تابع. خب این همه ایگرگار داره، این همه ایگرگار داره، این میشه آر میشه. این نکته رو دقت کنید. الان من میخوام چند تا نکته بگم. طراحا در کنکور 99 به بعد دارن روی این زوم میکنن. این نکته، دامنه تابع وارون میشه برد تابع، دامنه تابع وارون میشه برد تابع. عکس بگیر، عکس بگیر، عکس. سندلی.
خب آقا اینجا من یه تست برم قبل که تست برم یه نکته بگم. آقا آماده ای تست رو پرپر کنیم؟ اول من بگو آماده ای تست رو پرپر کنیم؟ اول من بگو آماده ای پرپر کنیم؟ 92 ها 92 الان میرسیم 1400 دندونات قلفتی بیفته. آماده ای؟ خب من قبل از اینکه بخوام این تست رو بزنم یه نکته میخوام بگم. بریم. ملورین میگه آقا یه مدل تست تو کنکور ببین چجوریه. میگه ضابطه معکوس این کدومه. گوشونی دارم خورد خورد رات میدازم. آقا بعضی سالا تا به وارون سه تا تست اومده. امرو میخوای دو تا تست کنکور تو حداقل جمع کنی. دو تا حداقل. بیا اینجا سامی میگه ضابطه معکوس این کدومه. این تابه اینا ضابطه های معکوسه. مثلا ضابطه معکوس شده x2 منای 4x به علاوه 5. این چی آقا؟ آقا این چیه؟ این دامنه یه تابه معکوسه. آو آو این چیه؟ دامنه یه تابه معکوسه. اینو بدون یادگاری یادگاری به دردت میخوره. اونا نمیگم اونا فقط خب دامنه یه تابع معکوس که دامنه یه تابع معکوس میشه بعد خود تابع ایره خود تابع. خب ما در ریاضی دانش آموزای من نمودار خیلی خفن میکشن. یعنی الان میتونن به راحتی جواب تستو بزنن. وایسید فعلا. ولی یه بار دیگه این تابع این ضابطه یه تابع وارونه. این تابع این ضابطه تابع وارونه. این چی دیگه جلوش می نویسه چیه پس؟ این میشه دامنه یه تابع وارون. دامنه یه تابع وارون که دامنه تابع وارون میشه دامنه یه تابع وارون میشه برد خود تابع. بیا تست بعدی رو نیا کنیم. 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 میگه این تابع این تابع وارونش کدومه؟ وارونش کدومه؟ خب این ضابطه وارونه. بگو این ضابطه وارونه. این چیه؟ این دامنه تابع وارونه که آها آها اینو بگو. فقط اینو بگو. طرح‌ها رو این کرم دارم میرزن جدید وایسا. این دامنه تابع وارونه. دامنه تابع وارون کیه؟ دامنه تابع وارون کیه؟ برد خود تابع. برد تابع اصلی. همینو بدون فعلا. اوکی پس این مدل تست رو میخوایم حل بکنیم. خب آقا من یه تکنیک خوب دارم. دانش آموز میگه آقای مولایی بیا من اولی مرور کنم علمی ضابطه معکوس این کدومه. آقا مولایی وقتی من میخوام معکوس اینو پیدا کنم ابتدا باید x رو تنها کنم. بعد که x رو تنها کردم جای x رو عوض میکردم حل میشد. این علمیش بود. بلدین تو خونه باز کار کن. گفته ضابطه معکوس این کدومه. ولی مولایی میخواد با یه تکنیک بره. تکنیک با یه تکنیک اونو بلدی. حالا بریم به تکنیک یاد بگیریم. مول میگم یعنی تکنیک. اگر نقطه یک و ده مال تابع اف باشد بگو پس نقطه آپریم نقطه بگو ده و یک مال تابع معکوس وقتی نقطه یک و ده. میگه منظور چه؟ اگر یک و ده مال تابع بود پس تو تابع معکوس چی داریم؟ ده و یک. یعنی به تابع معکوس ده بدی باید بشه یک. ببین یعنی چی میگه؟ میگه به تابع یک دادم شده ده. به تابع یک دادم شده ده. پس به تابع وارون ده بدم باید بشه یک. تابع وارون گزینه ایه ده بدم بشه یک. اوکی؟ حالا اینجا یه نکته یاد میگیریم. بگو با من اف یک میشه ده. چقدر خوب درس میدم به خدا. چقدر خوب درس میدم. اف یک میشه ده. این لعنتی بیاد اینجا این بیاد اینجا. خب چی میشه؟ این میشه اف وارون ها؟ این بیاد اینجا این بیاد اینجا. اف هم از حالت عادی خارج میشه میشه اف وارون. یعنی میشه بگو اف وارون ده میشه یک. پسه
افارون ده میشه یک. آقا یه جو نوشته با تو دیوار محلمون افارون ده شده یک. خب واس کن اینو بیار اینجا، این بیار اینجا، از حالت وارونم خارجش کن. چه باحال. یه عکس بگیر. یکی دیگه میخوام بگم، بودو بودو یه عکس بگیر، بودو بودو یه عکس بگیر. اینجوری درس میدن، اینجوری تا داستان بگی که بچه مردمو گول بزنی. آه موز یه جا نوشته بود اف وارونه پنج شده سه. بچه من از حالت اف وارون کلن بدم میاد. این یه جمله آها. اینجا دیگه میخوام آخرین ضربه استادو بزنم، آخرین ضربه استاد، یه ضربه. آقا یه نکته، به دست آوردن تا وارون دوست نداریم، سخت نیست، دوست نداریم. ما میخوایم مدل تستا گوش کن، ما میخوایم از خود تابه کمک بگیریم، ما میخوایم بگو با من، ما میخوایم از خود تابه کمک بگیریم، تستای تابه وارون رو حل کنیم. بگو بگو، ما میخوایم از خود تابه کمک بگیریم، تستای تابه وارون رو حل کنیم. یعنی آقای مولایی شما تابه وارون نمیای به دست بیاری؟ نه. ضابطه تابه وارون رو به دست نمیاری؟ نه. من از خود تابه کمک میگیرم، تستامو حل کنم از خود تابه. خب وقتی یه جایی نوشته بودش که اف وارون پنج شده سه، تابه وارون من ازت متنفرم. خب باشه، و خب یه کاری کن تابه بشه، این بیاد اینجا، این بره اینجا، این هم میشه تابه. چی شد؟ آقا جای این دوتا رو جابجا کن دیگه. یعنی چی میشه؟ میشه اف چی؟ چی؟ بابا بگیر دیگه. اف سه میشه پنج. بگو یا بگو 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 یه جا نوشته بود تست کنکور سراسری اخیر اف وارونه ژ دعا شده سه. دانش آموز این ابله ها داشت نگاه میکرد، شاگردای من نه، خمولایی بیام اف وارونو پیدا کنم، اف وارونو پیدا کنم، تابه رو اف وارون کنم، بعد ژ دعا رو بزنم توش. مریضی؟ مریضی؟ کرم داری؟ اینا رو جابجا کن دیگه با هم دیگه. او چی میشه بگو؟ چی میشه بگو؟ میشه اف دیگه، حالت وارون خارج میشه. سه مساوی با ژ دعا، اف سه میشه ژ دعا. عکسو بگیر، عکسو بگیر. داری راه میافتی، داری به والله راه میافتی. بریم دوست سر بکنی پرنیان، بریم توی سر بکنیم. من از حالت وارون متنفرم. خب آقا ما با این با هیچی میخواییم تست داریم. یه جایی نوشته بود بچه ها، بچه ها، بچه ها، یه جایی نوشته بود اف وارونه علامت سوال شده سه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یا اصلا اینجوری نوشته بود اف وارون سه رو خواسته بود. آقا کنکور 99 98، آقا 99 99 سراسری 99، اینم گذاشته بود 6. اف وارون 6 اینو خواسته بود علامت سوال بذار. آقا خواسته بود دیگه علامت سوال بذار. اف وارون 6 رو خواسته بود علامت سوال بذار. حالا تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ آقا من از حالت وارون متنفرم. بگو اینم میشه اف علامت سوال میشه 6. اینو جوابه جاشه نمیری. اف علامت سوال شده 6، اف شده 6، عرض شده 6. الان میرسیم علامت سوال. حالا بریم علامت سوال چیه؟ طول تابه. علامت سوال چیه؟ طول تابه یا عرض تابه وارون. علامت سوال چیه؟ طول تابه، طول تابه یا عرض تابه وارون. این که عرض خود تابه، عرض خود تابه که میشه طول تابه وارون. نمیخواد قاطی نکن با همه هیچی تست بزنیم. برو عکس بگیر. تمام شد. آماده تست؟ آماده تست؟
اول تست بزنیمش کنیم. برو بریم. ضابطه معکوس سراسری نوای دو، ضابطه جمجمه مکعبی ضابطه معکوس این به کدام صورته؟ میگه آقا معکوس این به کدام صورته؟ آقا از این تکنیک استفاده کن. چی گفتم؟ من که حوصله ضابطه معکوس حوصله ندارم. وقتی گفت ضابطه یه تابع معکوس کدوم گزینه است، یه عدد به تابع بده، یه عدد مشت خوب. آقا خوب یعنی از این رادیکال درست بیاد بیرون دیگه، خوب دیگه. بعدم یه عدد بده هر عملی نده. چقدر آقا خفن. مثلا چند من به تابعم، دخترا به تابعم یکو میدونم هر عملی میده، هر عملی یه ذره خاص‌تر بدم. دانش آموز میگه آقا سه بده. آخه سه بدم اینجا میشه رادیکال دو. چند بدم؟ پنج خوبه. پنج منهای یک چهار خوبه. آره ده خوبه. ده منهای یک میشه نه سه میدونم. آره دیگه پنج بدم. اگه من پنج بدم این میشه چند؟ پنج بدم این میشه اگر من پنج بدم، اگر من پنج بدم این چند میشه بچه ها؟ چهار. که دوم بیرون منهای دو میشه صفر. پنج و صفر مانتابه، پنج و صفر مانتابه. پس مانتابه وارون من صفر و پنج. ببین چی گفتم. اگر به خود تابه پنج بدم، بیاد اینجا پنج منهای یک چهار، بیاد بیرون دو منهای دو صفره. اگر به خود تابع بدم پنج میشه صفر. پس تابع وارون گزینه ای درسته، تابع وارون گزینه ای درسته که صفر بدم بشه پنج، صفر بدم بشه پنج. آقا این گزینه غلطه، این گزینه هم غلط. چرا این تو گزینه غلطه؟ خب نابغه. اصلا صفر میتونم بدم بهش؟ صفر بدم باید بشه پنج. آقایون آقایون صفر بدم باید بشه پنج. صفر اصلا میتونم بدم؟ صفر که بزرگتر از یک نی غلط. صفر که بزرگتر از یک نی غلط. صفر کوچیک‌تر از دو هست، صفر کوچیک‌تر از دو هست. با چش نگاه کن. صفر بده صفر، صفر میشه پنج. درسته همینه. صفر بده صفر، صفر میشه منفی پنج. غلطه یا ابوالفضل، یا ابوالفضل. صفر بدم به ایشون صفر، صفر میشه پنج. صفر بدم به ایشون میشه منفی پنج. غلط کردی آقا، تست رو زدیم. یا ابوالفضل علمیاش هم گفتیم، دیگه چی میخوای؟ برو بریم بعدی. اوکی یه اوکی بده اینم، یه اوکی بده اینم. نکته و تست تمام نکات مرور میشه، سوالای احتمالی حل میشه. یه جزوه دارم مینویسم اصلا نگم برات، هیچی فعلا رو نمایی نمی کنیم. سوال سه، علمی هم بلدی آخه، ضابطه وارون این کدوم گزینه است؟ میگه ضابطه اگه گفت ضابطه وارون کدوم گزینه است، خب میتونی چیکار کنی؟ از خود تابه کمک بگیری، از خود تابه، از خود تابه کمک بگیری، از خود تابه. گزینه رو زدم، از خود تابه کمک بگیری. مثلا چی؟ یه عدد بده. پس یه نکته، پس اگه گفته ضابطه تابه وارون کدومه، میتونیم عدد بدیم. علمیش هم که بلدیم. آقای مولایی مثلا چند؟ اگر به تابه بدم صفر، اگر به تابه بدم صفر میشه صفر. خانوما به تابه آ تابه صفر بدم میشه صفر. حالا وارون کن، وارون کن. پس تابه وارون جا به جا کنم، صفر بدم باید بشه صفر، صفر بدم باید بشه صفر. آقا مولای الان اینجا به تابه وارون، به اون گزینه ها، به اون گزینه ها صفر بدیم ببینیم صفر میشه. فقط به این دقت کنید، به اینا. این که گفته x کوچیکه صفره، صفر نمیتونم بدم، غلط کرده. صفر بدم باید بشه صفر. خب با چشم ننویس، با چشم صفر ده صفر، صفر ده صفر، صفر ده صفر،
صفر صفر. سه تا گزینه درست شد. آقا مولایی، آقا مولایی، سه تا گزینه درست شد آقا مولایی. خب روانی یه عدد دیگه بده. پس یه بار دیگه نکن. صفر بدم باید بشه صفر. به این گزینه صفر بدم، صفر تو همه اعداد هست. صفر بدم صفر میشه. صفر تو همه اعداد هست. صفر بدم صفر میشه. صفر تو همه اعداد هست. صفر بدم صفر میشه. یه عدد دیگه بدم. یکی از بچه‌ها میگه 4 بده. یک باشه، هر عملی میده باش. 4 خوبه، یک هم خوبه. اوکی، آره آره، ایراد نداره آقا. عدد دیگه یه لحظه با چش نیا کن. یک بدم به تابع، به تابع، تابع این. یک اینجا. یک بدم چند میشه؟ یک. یک بدم چند میشه؟ یک. وقتی یک و یک مانه تابعه، پس وارونش چی میشه؟ وارونش چی میشه؟ یک بدم میشه یک. یعنی به تابع وارون یک بدم باید بشه یک. به تابع وارون سارا، سارا به تابع وارون یک بدم باید بشه یک. یک بده، یک بده، یه یکی یک. درسته این فعلا. یک بدم باید بشه یک. این درسته فعلا. وایسید. اگر من یک بدم میشه مثبت و منفی یک. نه، یک بدم، یک بدم باید فقط بشه یک. یک بدم، یک بدم، یک بدم به ایکسش میشه مثبت و منفی. غلط کرده. گزینه چهارم، اگر یک بدم میشه مثبت و منفی. غلط کرده، غلط کرده، غلط کرده. جواب گزینه یک میشه. یا امام زمان، با هیچی تست زدی، با هیچی. به 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 به. اوکی، سوال بعد. سارا باز داریم، عجله نکن سارا، به یکی دیگه باید حل میکنم. بچه ها سراسری 91 تا اینجا اوکی؟ یه اوکی بده بینم. باریکالله، باریکالله، باریکالله بچه. سوال بعدی، ضابطه وارون این کدوم گزینه است؟ پسرا، ضابطه وارون، هر موقع گفت ضابطه وارون، آقا مولایی گفته از خود تابه کمک بگیر. از خود تابه یه عدد به تابه بدید. اگه یک دادی شد گاو، یک دادی تابه شد گاو، یک دادی شد گاو، پس به تابه وارون گاو بدن باید بشه یک. خب قبل از اینکه بخوام حل بکنم، پیغام بزنم کی کی باشه. این چی بود؟ این چی بود؟ دامنه تابه وارون. آفرین. دامنه تای وارون چی میشد؟ برای دل من بگید، برای دل خودم، برای تستای سخت. دامنه تای وارون چی میشد؟ بگو دیگه. دامنه تای وارون چی میشد؟ برد خود تابه. خب بچه یه لحظه نگاه کنید، اونایی که یادشون رفته وقتی میگفت قدر مطلق کوچیک‌تر از یکه، یعنی x بین منفی یک و یکه، یادتونه؟ وقتی میگفت قدر مطلق کوچیک‌تر از یکه، یعنی x بین منفی یک و یکه. وقتی میگفت قدر مطلق بزرگتر از یکه، قدر مطلق بزرگتر از یکه، یعنی x بزرگ یکه، x کوچیک منفی یکه، یعنی x های شما. وقتی میگه قدر مطلق بزرگ یکه، قدر مطلق بزرگ یکه، غزاله x بزرگ یکه، x کوچیک منفی یکه. خب بریم دوباره آقا شروع کنیم. یه عدد به تابه بده، یه عدد به تابه بده یک. سه، یک بدم صورت یکه، مخرج دوه. یک بدم صورت یکه، مخرج دوه، میشه یه دوم. یک بدم میشه یه دوم. پس تابع وارون من یه دوم بدم میشه یک. یه دو... آره دیگه، تابع وارون گزینه ای است، تابع وارون گزینه ای است که یه دوم بدیم بشه یک. دو تا گزینه سریع حذفه. اگه گفتی عاشقتم، دو تا گزینه سریع حذفه، دو تا گزینه سریع حذفه. یه دوم بدم بعد بشه یک. ای جانم،
یه دوم بدم گزینه سه بعد یک بعد یک قبل منفی اصلا یه دوم توشه؟ یه لحظه نیا کنید بچه من بچه من نیا کنید بچه من نیا کنید بعد یک آقا دست من کور بعد یک قبل منفی یک یه دوم توشه؟ نه پس غلط کرده غلط کردی تو گزینه دو هم به طب غلط میشه غلط کردی تو حالا رقابت بین گزینه دو و چهاره گوشتو بیار گوشتو بیار یه دوم بدن باید بشه یک یه دوم بدن باید بشه یک با چشم صورت میشه یه دوم یک منهای یه دوم آقا یه دوم بده این میشه یه دوم آقا یه دوم گزینه قابل قبول است گزینه تابع وارون است که بشه یه دوم بدیم بشه یک یه دوم بدیم بشه یک صورت میشه یه دوم یک منهای یه دوم صورت میشه یه دوم برویه بچه یک منهای یه دوم هم یه دومه یه دوم یه دوم چه میشه یک میشه به قرآن جواب همین گزینه است حالا ببین گزینه چهار ببینیم یه دوم بدیم یک میشه ببینیم یه دوم بدیم یک میشه یه دوم یه دوم منهای یک میشه منفی یه دوم برویه ایکس یه دوم بود آقا یه دوم دادیم یک شد غلط کرده غلط کردی جواب گزینه یک با عشق چقدر خوبی ما این مدل تست دیگه یاد گرفتی تازه یه تستایی میگم تو نکته و تست که با عدد نتونی حل کنی و آنها گریه کنن آنها گریه کنن چون علمی تو بلدی چون علمی تو بلدی بودو 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 عدید من این سوالا ساده آبکی چقدر خوب یاد گرفتی چقدر خوبی ما به همه بگید نکته و تست بیان به خدا شهیدید میتره کنیم سه قرینه خط به معادله ایکس های منفی نمیشد کدوم میگی این که برد تابعه این که برد تابعه چی میگی سارا گوش کن دوباره داریم اینجا گفته قرینه خطه یه نکته بچه ما چند تا عدد بدیم حالا هی اینا رو ما با هم دیگه کار میکنیم دو روش اول یه سوال بگم اینم کیا داشته میخوام یه نکته تستی هم بگم بچه اگه میخواستیم این تابه رو وارون کنیم مثلا میگفتش دو تا ایگرگ به علاوه ایکس مساوی با پنج اگه بخوام وارون کنم امرو علمی چی یاد دادم؟ علمی امرو علمی چی یاد دادم؟ ایکس رو با تنها کنیم ایکس رو تنها کنیم ایکس رو تنها کنی بعد جای ایکس رو عوض کنی درسته بچه ها؟ پس اگه خواستیم وارون کنیم ایکس رو تنها میکنیم جای ایکس رو عوض میکنیم حالا یه نکته تستی خفن بگم یه نکته تستی خفن در تابع خطی یادگاری از من به تو عشقی در تابع خطی اگه خواستی وارونش کنی جای ایکس رو جای ایکس رو عوض کنی وارونش یهو پیدا میشه چی شد در تابع خطی در تابع خطی اگر جای ایکس رو عوض کنی وارونش یهو پیدا میشه یعنی میشه دو تا ایکس به علاوه ایگرگ پنج تمام شد همه مزخرفی بله فقط تابع خطی فقط تابع خطی در تابع خطی اگر جای ایکس رو عوض کنی وارونش یهو پیدا میشه اینم یادگاری اینم یادگاری وایسا بچه یه نکته‌ای در کنکور میادش اگر بگه محل بر آقا دارم از صفر میگم آه. اگر بگه محل برخورد با محور ایگرگ ها اگر بگه محل برخورد با محور ایگرگ ها ایکس صفر
ایکس های صفر محل برخورد با محور ایگرک یا عرض از مبدا. محل بگو من محل برخورد بگو من محل برخورد با محور ایگرک یا عرض از مبدا. بابا صفر هم باشه 45 تو میری بالا. عرض از مبدا ایکس صفر. اگر بگه محل برخورد با محور طوله ها، محل برخورد با محور طول ها، محور طول ها ایگرک صفره. محل برخورد با محور طول ها یا طول از مبدا ایگرک صفره. محل برخورد با محور طول ها ایگرک صفره. نیمساز نایه اول و سوم چی بود؟ بگو مرور کن. نیمساز نایه اول و سوم بود ایگرگ مساوی با ایکس. نیمساز نایه اول و سوم بود ایگرگ مساوی با ایکس. نیمساز نایه دوم و چهارم بود سینا ایگرگ مساوی با منفی ایکس. نیمساز نایه دوم و چهارم میشه ایگرگ مساوی با منفی ایکس. پسر چقدر قشنگ بود این سوالا، چقدر قشنگ بود. اوکی؟ آقا بریم یه تستو شرح کنیم. بریم آقا انرژی خوب نباشه نمیریم. تازه میخواستم بعد ایدم دوباره یه کلاسایی بذارم. انرژی خوب نباشه نمیریم. حالا ما میگیریم. به دوستاتون بگی اونایی که حتی جای دیگه ثبت نام کردن پولشونو پس بگیرن. بعد اید میخوام شهید کنم. قرینه گول نخورن. قرینه خط به معادله این. آقا میگه قرینه اینو خط تابع خطیه. نسبت به ایگرگ مساوی با ایکس. بچه ببینم کی اول کلاس یادشه وقتی میگفت قرینه یه خط نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم. بگو وقتی میگفت آفرین، وقتی میگفت قرینه یه خط، باریکلا متین وقتی میگفت قرینه یه خط نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم، یعنی وارون کنم تابع خطیه. این بیاد اینجا تابع خطیه. این بیاد اینجا ستا ایکس منهای دوتا ایگرگ مساوی با چار وارون شد. آقا این بیاد اینجا این وارون شد. پس وارون نپیدا کردیم. خب حالا چی گفته؟ گفته عرض از مبدا اینو میخواد. عرض پیغام وقتی میگفت عرض از مبدا یعنی ایکس رو شما بذارم. بگو دیگه خسته شدم. محل برخورد با محور عرضها. وقتی میگفت عرض از مبدا یعنی ایکس رو بذار صفر. ایکس رو بذار صفر میشه عرض از مبدا. اگه من ایکس رو بذارم صفر کورم باشی جواب میدی. منفی دو ایگرگ شده چار، ایگرگ میشه منفی دو. یا ابوالفضل به خدا این سوال بچه بازیه برای ما. برای ما بچه بازیه. اوف داره. ها عکسه بود عکسه. عکسه آقا خوش شدی همینجوری جلو دوربین جلو چی میگن LCD خوش شدی. چقدر خوبی ما زهرا. سوال بعد، قبلی که سوال بعدو بگم برم یه ذره حال تو خوب کنم. دل به من میدی جون دل الادا حال بدا رو در نیارا. 3 ساعت خوابیدم با قدرت شنانتم. به اینجا اگر میگفت اف ایکس مساویه با ایکس دو به علاوه دو تا ایکس، میگفت اف یک چیه؟ آموزش ریاضی به ساده ترین اف یک. آقا جا ایکس ها یک بذار، یعنی اگه نتونی بگیری دیگه بعد گلدون رو برداری بکوبی تو سر خودت، بعد با یه لبخند چشا رو ببندی. آره مولایی اگر من یک بذارم یک به توان دو میشه یک به توان دو به علاوه دو ضرب در یک میشه دو، یعنی میشه 3 میشه. اگر میگفت اف سینوس بذار اینجوری بگم اف خر، با این قشنگتر ارتباط میگیرید. اف خر
جای ایکس ها خر بذار، جای ایکس ها خر بذار، هر جای ایکس دیدی خر بذار، هر جای ایکس دیدی خر بذار، فارسی جای ایکس خر بذار، میشه خر دو، خر به توان دو، به علاوه دو تا خر. میگه اف سینوس، آقای مولایی جای ایکس ها سینوس بذار، با اینجوری فارسی بگو، جای ایکس ها سینوس بذار، جای ایکس ها سینوس بذار، جای ایکس ها سینوس بذار، میشه سینوس ایکس به توان دو به علاوه دو تا سینوس ایکس. ارنیا اف رادیکال دو، آموزش در حد دیگه منفی یا منفی باشی 50 تا 40 تا رفتی بالا. رادیکال دو بذار تو او، رادیکال دو بذار تو او، رادیکال دو، رادیکال دو به توان دو میشه دو، دو تا رادیکال دو، رادیکال دو به توان دو دو، بله به دو تا رادیکال دو. اکسی آماده بریم تستو، آقا بریم تستو بکشیم، اگه آماده ای بریم، اگه آماده نیستی تعطیل کنیم. 96 از نظر من همه اینا ساده است، شاگرد من خفنه. نکته و تست آقا مولایی دو تابه، آماده بریم. آقا اداب اچتیه اوکی بذار، یه انرژی بده ببینم بابا، سکته نکنیم بابا. خب میگه اف دو بوده پن، اف شیش، این طول این عرضه، اینو انشالله میدونی، این طول زوج مرتب به اینا میگفتیم، یعنی دانش آموز ما داشتیم توی کنکور نمیدونسته این زوج مرتبه، در حد یک بطری آب معدنی بوده که بطری آب معدنی میذاشیم سر جلسه صفر میزنه دیگه، اونم صفر بوده و حتی از این ضعیفتر، چون اون منفی زده بعضی موقع، ولی تو کلاس بنده اومده، تو کلاس بنده اومده حداقل 40-50 زده، این نفر داشتیم، دانش آموز 12-25 صدم بوده، تو کنکور زده 90%، امتحان 11-12-25 صدم از آب معدنی ضعیفتر. خب یه معجزه است، یکی از معجزاته، ما جزء آخرین میتونیم بگیم، پیامبرا میتونیم باشیم. کوشگاه خب اف دو پنج، اف شیش سه، اف سه هفت، اف چار یک، اف یک نه، جم که اینا ج ایکس نکن بخون، ج ایکس ایکس بری ایکس منان یک. خب حالا گفته یا ابوالفضل عباس افوارون ج دعا شده شیش، افوارون رو دانش آموز دیوونه، آقا مولایی افوارون رو پیدا کن، افوارون رو پیدا کن، بعد ج دعا رو بذار توش، خب میمیری، سکسه میخوای بکنی چپت فلج میشه. آقا یه کار کن از حالت وارون خارج، ها یه کاری کن از حالت وارون خارج، چه اینو اینو جا به جا کن، گفتم دیگه اینو دیگه، یعنی میشه اف اف جا به جا شیش مساوی با ج دعا. آقا میخوام جیغ بزنی ها تو خونه، میخوام تو خونه جیغ بزنی، اف شیش بگو چی میشه به سه، اف شیش ملا اینا ها دیگه، اف شیش سه، سه اف شیش، اف شیش آقا اف شیش سه دیگه، اف شیش میشه سه، اف شیش میشه سه، طول این عرض. خب ج دعا، ها ج دعا، کنکورم از من آرا خواسته، ج دعا، ج دعا، ج دعا، جای ایکس رو دعا، ج دعا، ج دعا میشه دعا به روی دعا منای یک، ج دعا، ج دعا، دعا به روی دعا منای یک، ها دعا به روی دعا منای یک، طرف این وسطه این پریان چی میشه؟ آقا طرف این وسطه این بلدی، آه بلدی حمال، بلدی دیگه حمال، قانون حمال،
این هم مال اینه هم مال اینه، میشه شش آمن های سه. خدایا شکرت، شش آمن های سه. مصیبا دوتا سلطان مولایی بیاری این بری بر اون میره دوبر میشه چارا، اون میره دوبر سه آمیشه سه چارم ابل فضل، ابل فضل چقدر خوبی ما. گره کن راحت باش تست کن. آقا اینه سوالی که چی میگه سخته؟ سخت من باید بگم که زندگیته که باید براش بجنگی. سخت اینه، سخت اینه که آقا بجنگی راه جنگیدن بهت یاد بدم. سال بعد که کلاسمو دارم کم میکنم مثلا دوست دارم به از موقعی بگم آقا کجاها چقدر سختی کشیدم، چقدر سختی کشیدم، ولی قوی شد، پوستم قوی شد، بدنم قوی شد. یاد بگیر وایسا این چند ماه رو با هم بیا جلو. سال بعد قبلی که بخوام تست بعدی رو حل بکنم میخوای یه ذره با هم اشبازی کنی؟ پایی اشبازی کنی؟ اشبازی بلدی؟ بریم بیا اینجا. مثلا بچه میگه اف ایکس مساوی با ایکس به علاوه یک به روی ایکس منو یک. حالا در مورد تابع هموگرافی هم ایشالله اگه آخر کلاس وقت اومدش یه ذره توضیح میدم. گوش کن آقای مولایی، آقای مولایی سوال در مورد تابع هموگرافیک آخر کلاس بحث میکنیم. من یه نکته میگم، یه سوالای کنکور چیه میگه؟ مثلا میگه اف وارونه مثلا پنج رو بگید چی میشه؟ خیلی معروفه بچه. آقا جان آقا مولایی جواب بده، میگه اف وارونه پنج رو میخوام. دانش آموز کلنگه نه تو میاد تابع وارونه پیدا میکنه، تا وارون برای من تازه نکته تستی هم میگم، تا وارون پیدا میکنه بعد پنج میذاره جکسش. من چی گفتم؟ گفتم همینجوری بنویس اف وارون پنج مساوی با علامت سوال. آقا ما میخوایم علامت سوال رو پیدا کنیم. دلارام میگه خواهرزادم نشسته پای مانیتور نمیخواد بره. گوش شما میخوایم علامت سوال رو پیدا کنیم. خواهرزاده چند سالشه؟ ما میخوایم علامت سوال رو پیدا کنیم. یه بازی، بازی آقا مولایی. آقا من اصلا حوصله تابع وارون ندارم، من تابع وارون بدم میاد. ببر تو خانواده تابع میشه اف علامت سوال وتی شده پنج. آقا ما میخوایم علامت سوال پیدا کنیم، اف علامت سوال شده پنج. بچه یعنی چی؟ اف شده پنج یعنی عرض اف شده پنج. شما طولشو میخواید بگو من. عرض اف شده پنج بگو من. عرض اف شده پنج طولش رو میخوای. 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 خب طرف وسط این کن، عرض اف رو بذار پنج. عرض طولش رو میخوای میشه پنج ایکسه منای پنج. جونم آقا مولایی پنج ایکسه منای پنج مساوی با ایکسه به علاوه یک. سرعت بگی این بیاد این بر این بر این بر چی میشه؟ چهار تا ایکس مساوی با شیش. ایکس من میشه شیش شارم سه دوم. طول به دست اومد، اینو هایلایت میکنم، طول به دست اومد. خب این همینه دیگه، این همینه دیگه. طول به دست اومد، این علامت سوال همون طوله. طول به دست اومد، علامت سوال همون طوله. آفرین، علامت سوال همون طوله. یعنی جواب مسئلهش هم میشه سه دوم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ خب یه سوال بپرسم اگه جواب بدی من داریم رابطه احساسی با هم برقرار میکنیم. اگر گفت ایکس به علاوه ایکس من شده دو، معادلات با چشم، با چشم میخوام جواب بدی، یه جوابشو بگو بابا، یه جوابشو بگو کار من را بیفته. ایکس به علاوه ایکس شده دو، ایکس چند بوده؟ چنده؟ ایکس چنده؟ ایکس چنده؟ یک دیگه یک با یک میشه دو. کلنگ
یکی دیگه ایکس به علاوه ایکس من شده ده، ایکس به علاوه ایکس من شده ده. ایکس چنده؟ ایکس چنده زهرا؟ بابا چی به توان سه با خودش میشه ده؟ دو دیگه، دو به توان سه هشت، با دو میشه ده. میگم یه جواب بگو کارت را بیفته. دمه دیگم آقا مولای جان. یکی دیگه، یکی دیگه گفته ایکس به علاوه رادیکال ایکس من شده دوازده. اگه بگی من عاشقتم ها، چی بوده با رادیکال جمع شده متی؟ شده دوازده. باریکلا ایکس من بوده نو. چقدر خوبی ما این کلاس، چقدر این کلاس خوبه. نکته اوتس شهیدت کنم به همه دوستاتون بگید، مدیونید نگید، مدیونید. ایشالا اگه نگید کنکور قبول نشید. مدیونید، این همه برات انرژی میزنم نگی، مدیونی. ما مریضی اومدم سه ساعت خواب. برو بریم. خب عکسو آماده ایم. آقا با هیچی امرو خدایی تستدیم، خدایی با هیچی، خدایی گفته جه وارونه، گوش کن، جه وارونه افه. ببین ببین ببین، جه وارونه افه، یعنی جه بوده اف وارون. نکنه بچه های جمله گوش کنی، میگه جه وارونه افه، جه وارونه افه، جه وارونه افه، یعنی جه میشه اف وارون، 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 میشه اف وارون شیش. من اف وارون شیشو میخوام علامت سوال. فعلا اینو بگید، اینو میخوای، اف وارون شیشو میخوای، علامت سوال میخوای. بگیرم چی میشد؟ گفتم جای این دو تا رو عوض کن دیگه نابغه. گفتم تو بچه یه نکته، ما حوصله تا وارون نداریم، یه کاری کنیم تابه بشه. بگو بگو، میشه اف علامت سوال مساوی با 6. اونایی که نمیدونید علامت سوال طول تابه، طول تابه، این عرض تابه، عرض تابه شده 6. بیا اینجا با چش اینو بذار 6، اینو بذار 6، طول تابه رو بگی، گوش کن، اینو بذار 6، طول تابه رو بگی، طول تابه رو بگی، علامت سوال به دست اومده، علامت سوال که به دست اومده باشه یعنی این به دست اومده. آفرین آفرین، همه داد زدن، همه داد زدن، چشم. علامت خب پس اف شده 6. بچه ها وقتی اف من میشه 6، ایکس من چند بوده پسر؟ 4. ها 4 4 ایکس بوده 4، یعنی این 4ه، این 4ه، این 4ه، این چاره. پس اولی شد 4. یا اول فصل. آقا بعدی رو بگو، اینو که راضی نیستم، خیلی راضی نبودم، میخوام خفن بگی. افوارون دوازه رو میخواد، افوارون دوازه، افوارون دوازه شده علامت سوال. یعنی چی؟ ماشاءالله ماشاءالله کلاس، یعنی اف آفرین علامت سوال میشه دوازه. تو علامت سوال میخوای، علامت سوال همون طول تابه. افی که شده دوازه، افی که شده دوازه، افی که شده دوازه، ایکس چند بوده؟ افی که شده دوازه، ایکس نو بوده دیگه، نه علامت سوال نوه. افی که شده دوازه، افی که شده دوازه چند بوده؟ نو. پس علامت سوال شد نو. پس دومی هم نوه، جواب سیزده، جواب میشه 13. یا ابوالفضل عباس چقدر قشنگ درس دادی، چقدر راحت، چقدر خوب تست میزنی. ایشالا نکته و تست وقت میدم کلی تست حل بکنی. جایزه داریم، آزمون داریم، رفع اشکال داریم، دندون ریزی داریم، انرژی داریم. این انرژی تا روز کنکور کنارته، صدای من سر جلسه کنکور تو ذهنته. این فیلم های جلسات 0 تا 50 و این جلسه رو بدید دوستاتون ببینن، مدیونید. سوال بعد بریم
قبلی مانه کی بود؟ 99 که میگفتن سخته، با برای ما خاله بازیه، برای ما خاله بازیه، برای ما خاله بازیه. بعدی هم 99 گفته گوش کن FX پسر، FX پسر بوده X بله به رادیکال X پسر، FX بوده X بله به رادیکال X، خب GX بوده 9 تا X بله 6 به روی یک منهای X، FX بوده X بله به رادیکال X، خب GX بوده 9 تا X بله 6 به روی یک منهای X، خب G وارون OF وارون 20، ژ وارون اف چی میگه؟ آه این شب بد نمشته، ژ وارون پرانتز او یعنی پرانتز اف وارون 20. آماده ای شهیدت کنم؟ ما میخوایم. خب اول اینو پیدا کنید، چی؟ اف وارونه 20 رو میخوام. علامت سوال نذاریم دیگه، چون اونجا گذاشتیم، بذاریم ستاره. ما ستاره رو میخوایم. اف وارون 20 ستاره است. بچه‌ها میگیم ستاره، پسرها دیگه رفت فکر را. اف وارون 20 شده ستاره. چیکار میکردیم؟ ستاره بیاد اینجا، این بره اینجا، این بیاد اینجا، این بیاد اینجا. بازی از حالت وارون خارج شه. یعنی میشه بگو اف ستاره شده 20. اف اف شده 20، ما ستاره رو میخوایم. پیغام بذاریم ستاره جای کی نشسته؟ ستاره جای کی نشسته؟ بگو دیگه بابا لال نشی. ستاره جای کی نشسته؟ آها ایکس، ایکس، ایکس اف، ایکس اف. عرض اف شده 20، عرض اف شده 20، عرض اف شده 20. تو رو بگی تمامه. عرض اف شده 20، تو رو بگی تمامه. چی بوده؟ ایکس. آقا دیگه بگو دیگه کرو. 16 جزر 16 میشه 4، 16 با 4 میشه 20 پسه، 16 با 4 میشه 20 پسه. آره دیگه، پس این شو 16، این شو 16، اولی شو 16. خب بیا اینجا، بیا اینجا اف وارون 20، بیا اف وارون 20 شد 16 جونم خدا. اف وارون 20 ایشو 16، ایشو 16 یعنی میشه ژ وارون 16، ایشو 16 ژ وارون 16، ژ وارون 16 مساوی با علامت سوال، ژ وارون 16 مساوی با علامت سوال. تکنیک آقا مولایی قشنگ، ژ ژ علامت سوال شده 16. خب علامت سوال میخوایم ها، علامت سوال همون طول تابه. جی که شده 16، جی که شده 16، جی شده 16، طول رو پیدا کنیم مسئله حله. طول رو پیدا کنیم علامت سوال حلت مسئله حله. میشه 16 منهای 16 x، 16 منهای 16 x مساوی با 9 x به علاوه 6، 16 منهای 16 x وایسا، 16 16 منهای 16 x مساوی با 9 x به علاوه 6. این بیاد این بر، این بره این بر، میشه 25 x. این بیاد این بر 10 x. من چند میشه؟ 10 به روی 25 به 5 ساده کن 2/5. یا علی میگفتن وحشتناک این سوال، میگفتن بعضیا خیلی سخته. بابا برای آنها سخته، برای ما هلو بره تو گلو. بیا اینجا بود عکس بگیر، بود عکس بگیر. 10/25 به 5 ساده کنیم میشه 2/5. 10/25 به 5 ساده کنیم میشه 2/5. بودو بودو. سوال 9 آقا حل میکنین، سوال 9 آماده باش. میخوام سوال 10 بگم، میخوام تست کنکور 1400 الان حل بکنم.
گفته نموداره. بله دانش آموزای سر کلاس هم میگن آقا اینا برای ما کشک ما میتره کنیم، کنکور میتره کنی، میتره کنی، اصلا دیوونت میکنن. چقدر تا اینجا خوب بود؟ چقدر تا آقا پیغام بزنینم انرژی بده، چقدر تا اینجا خوب بود؟ یه پیغام بذار نمیری ریکلا. مدیون این کلاس رو نگه رفیقات ببینن، ایشالا اگه نگه کنکور قبول نشن. اینقدر برات انرژی گذاشتم، با مریضی اومدم، تازه بعد عید تو عید استراحت با قدرت میخوام بیام سر و صورت اونا رو. آره بابا به ما نمیخورن. زده باشکوه، خیلی باشکوه کلاس. اسم جمجم و مکعبی آقا کیان. آره خب یه مدل سوال میگه، میخوای میخوام یه آقا به بچهای سال آقا کامرانی به عشق امروز که فردا عیده میخوام یه نکته یاد بدم، به سالیانه هم یاد نده بودم، میخواستم تو نکته و تست بگم چون امروز 28 خدا خیلی ارزش داره. 28 بیای سر کلاس تو خفنی، من از تو خفن‌ترم. آقا کامرانی هم خفن‌تره که امروز اومده، دستش در نکنه. یا کن 28 اومدیم ما خیلی ها. یعنی خیلی من تو مصممیم تو موفقیت ها. باریکالله باریکالله، اینو میخوام پسر یه چی بگم عشق کنیم، خدایی یه چی بگم، میخوام بذارید بگم. محل برق گفته بودم اینو که گفته باید سرسر. محل برخورد تابه با وارونش رو نیمساز نایه اول و سومه، اینو گفته بودم. میدونم آقا وایسا، محل برخورد تابه با تابه وارونش رو نیمساز نایه اول و سومه. خب حالا اگر من بخوام تابه رو با وارون قطع بدم چیکار میکنم؟ تابه رو مساوی با ایکس میذارم. اینو یادتون باشه. بیا یه چند تا نکته بگم. بذار من باید نکته قشنگتر از همه اینا میخوام بگم. محل برخورد اف با اف وارون یک، تابه رو مساوی با نیمساز نایه اول و سوم بذار، 99% جواب میده. حالا بچه دو داره سه داره، اونا رو بعدم میگم تو نکته و تست بعدم میگم. پس یه نکته، اگه محل برخورد تابه با تابه وارونو خواست، تابه رو مساوی با ایکس بذار، هرچی جواب شد میشه محل برخورد تابه با تابه وارون. محل برخورده تابه با تابه وارون، تابه رو مساوی با ایکس بذار. خب اینو که میدونستم آقا مولایی. حالا یه چی بگم، یه چی یادگاری بگم. محل برخورده اف با اف وارون، میخوام از نقطه گاو برم. ها از نقطه گاو. یعنی چی گاف؟ گزینه قابل قبول است. محل برخورد تابه با تابه وارون، از نقطه گاف میخوام برم، اسمشون دارم نقطه چی؟ گاف. خب چی آقا نقطه گاف؟ گاف بدیم بعد بشه گاف. گاف گاوه، یکی گاف باشه گاف آقا، هر کارم بکنی گاوه. یعنی چی؟ اگه محل برخورد تابه با تابه وارون رو خواست، میتونی از نقطه گاف بری، گزینه قابل قبوله. تابه وارونو جای قطع میکنه که اگه بهش بشه گاف بشه گاف. یعنی چی؟ دو بدی بشه دو، چه باحال. سه بدی بشه سه، چهار بدی بشه چهار، پنج بدی بشه پنج، هفت بدی بشه هفت، منفی یک بدی بشه منفی یک، خاک بدی بشه خاک، گاف بدی بشه گاف. حالا دیگه باور خود پر کن. ها؟ ها؟ عکس بگیر. نکته گاو، این نکته بسیار کاربردیه. آقا دندونات بریزه صد تا کلاس ریاضی برو. گفته این، ببین من چقدر خفنم، گفته این وارونشو کجا قطع میکنه، این وارونشو کجا قطع میکنه؟ 96ه. به خدا عجیمجی نمی کنم، این وارونشو کجا قطع میکنه؟
این وارونشو کجا قطع میکنه؟ خب وقتی گفتش این وارونشو کجا قطع میکنه، نقطه گاو بریم. آ گزینه قابل قبولی که گاو بدی میشه گاو. مثلا یک بدی میشه یک. بیا یکو بدیم این، بیا ببینیم یک بدیم یک میشه. یک بده این میشه 5 به روی منفی 1 شد منفی 5. میدیم سمین چه جلوش گاو گاو. این غلطه. چرا این غلطه؟ خب خره یک بدیم به این میشه 5 میشه منفی 5. یک بدن میشه منفی 5. یک بدن میشه منفی 5. نقطه گاو نی. نقطه گاو چیه؟ گاو گاوه. گاو گاوه. گاو گاوه. باریکلا. بریم با هم دیگه. این میگه 4، این میگه منفی 4. میگه آقا تابه وارونو تو 4 قطع کرده. ما هم نقطه گاو میریم. 4 میدیم. 4 بدین. 4 بدین. 4 با 4 4 با 4 8. 4 منهای 2 2 میشه 8 دوم. 8 دوم یعنی چی؟ 4 همین نقطه گاوه. همین گاوه. یا ابلفس. نقطه گاو. گاو گاوه. آ کامرانی آقا کامرانی یه آب به هم میدین؟ مرسی. انداختی گاو رفتیم. گاو گاوه. گاو گاوه. حالا هرچی باید صحبت کن گاوه بابا. خب حالا یه روش دیگه، راه علمی تر. اگر محل برخورد تابه، بگو کلاس رامین مولای همه چی یاد میگیری. اگه محل برخورد تابه با تابه وارونو خاص، تابه رو با x قطع بده. f رو مساوی با x بذار. f مساوی با x. تابه کیه؟ x به علاوه 4 به روی x منهای 2 مساوی با x. طرفین وسط این کن یه معادل درجه 2 میشه، حل میشه. طرفین وسط این کن یه معادل درجه 2 میشه، همین میشه. جوابش همین میشه. آمولای مطمئنی؟ بابا من دوستتون دارم، باش حل میکنم. طرف وسط این کنم میشه x2 منهای 2 تا x مساوی با x به علاوه 4. همه یه سمت میشه x2 منهای 3 تا x منهای 4 مساوی با 0. یعنی چی بوده؟ تجزیهش بکنی x به علاوه 4 وایسا، یا ضرب بریم ضرب میریم باش، یا تجزیه کنی x منهای 4 x به علاوه 1. دمت گرم عشق. آقای مولایی ببخشید، یه ایکس من میشه 4 پسر، یه ایکس من میشه منفی 1 پسر، جواب گزینه 2 میشه پسر. ولی ما نقطه چی حل کردیم؟ گاف. چقدر خوبی ما. عکس بگیر. چقدر خوب بود. یا سوال 13 رو بگم، بازم 99. آقا یکی از بچه ها میگه میشه یک کنکوره 1400 حل کنی برای ما. آقا بریم یه 1400 حل کنیم. بریم یه 1400 حل کنیم. خب وایس بریم 1400. آقا آماده ای بریم 1400 حل کنیم؟ با چشم. بچه یه سوالی، فاصله دو نقطه چی بودش؟ فاصله دو تا نقطه. فاصله دو تا نقطه. فاصله دو تا نقطه. x2 منهای x1 به توان 2 به علاوه ایگرگاشو از هم کم کن. ایگرگاشو از هم کم کن به توان 2. میشد فاصله دو نقطه. به خدا نیا کن. دانش آموز در حد آب معدنی باشه و حتی پایین‌تر در کلاس رامین مولایی حداقل 45 تا میره بالا. عکس بگیر. بچه‌ها میگن آقا چقدر خفنه. ولی که الله. یکی از بچه‌ها میگه آقا چقدر جاهلانه قدیم حل می‌کردم. به دوستاتون بگید نکته و تست شهیده. مدیونید نگیدا. ان شاءالله نگید کنکور قبول نشید. همه میان. باید واجبه. ریاضی درس پرحجمیه.
برنامه تو کانالم گذاشتم، یه برنامه یه ماهه تو کانالم گذاشتم، یک برنامه یک ماهه در کانالم گذاشتم. صدا خیلی خوبی مولا، چاکرم. خب بریم 1400. آقا سراسری 1400. میگفتن سخت. میگه فرض کنیم نقطه M نقطه تلاقی منحنی ایگرگ مساوی با رادیکال ایکس به علاوه 3 منهای 1 با وارون خودش است نقطه سر خط. خب فاصله ام تا مبدع کدام است؟ گزینه 1 رادیکال 2 دوم، گزینه 2 رادیکال 2، گزینه 3 2، گزینه 4 2 رادیکال 2. خب آقا بریم، همه دقت. میگه نقطه M، نقطه M س اسما، نقطه M میگه محل برخورد این با وارونشه. یه چی پیغام بذار ببینم، وقتی میگفت محل دست من، وقتی میگفت محل برخورد تای با تای وارون، از نقطه گاو میرین، گاو بدی باید بشه گاف، گاو بدی باید دو، بدی باید بشه دو، یک بدی باید بشه یک، صفر بدی باید بشه صفر. خب بریم امو پیدا کنیم. گاو. خب بچه یه سوالی، به این چندی بدم که همون عدد خارج چه؟ به این آقا مولا، خب یه عدد خوب بده که از این رادیکال اصلا بید بیرون. بگو آقا به این یه عددی باید بدی که خوب بیاد بیرون. آفرین متین، همه گفتن یک. خب یک با سه چهار، بیا بیرون دو، منها یک یکه، یک دادم شد یک، یا ابوالفضل حل شد تست گاو دیگه، یک دادم شد یک. مبدا مختصات یعنی تو یک و یک هم دیگه رو قطع میکنن. مبدا مختصات صفر و صفر. خب دی چی میشد؟ فاصله رادیکال. اینو از این کم کن یک به توان دو، بله اون از اون کم کن ایگرگاشو یک به توان دو، یعنی میشه رادیکال دو. یا ابوالفس، یا ابوالفس. سراسری 1400 بود، سراسری 1400 بود. دهنا همه بازه، بابا میترکونیم. چی فکر کردی؟ چی فکر کردی؟ چطور بود کلاس؟ چطور بود کلاس؟ فوق‌العاده، مرسی. میری به دکتر رانفر میگی نیا کن یه نکته بگم. دکتر رانفر ازم دیگه خیلی خواهش کرد گواه این کلاس ها رو بچه ها بذار. امرو پیغام میدی مدیون این کار نکنی، پیغام میدی تشکر میکنی بابت کلاس بی نظر آقای مولایی، اوکی؟ چون دکتر خواسته، او خدایی دکتر خواست، دکتر از خارجه از زنگ زد، اوکی؟ این هم شما چون عشق. کلاس چطور بود؟ کلاس چطور بود؟ کلاس چطور بود؟ تمام دیگه تمام. کلاس چطور بود؟ ناب. خیلی مخلصم، خیلی چاکرم. سال نو رو پیشا پیش اول بهتون تبریک میگم، یه دقیقه دقت کن. بچه‌ها میگن اصلا گذر زمان نفهمیدیم، چاکرم. میگه نفهمیدیم به خدا، عالی. تو نکته و تست شهیدی، شهید. ریاضی تو بسپار به من، چاکرم. یه چند تا نکته. اولا به خانواده‌تون سلام برسونید، سال نوتون پیش پیش مبارک باشه، سالی باشه که هر چه خدا میخوای اول سلامتی، دوم سلامتی، سوم سلامتی به خودت و خانواده بده، بعد هر روز موفق تر باشی و امسال بتونی زندگی خودتو به دست خودت بسپاری، به دست خودت بسازی، به دست خودت بسازی. هر کسی قهرمان زندگی خودشه. من قهرمان زندگی خودم بودم، پدر من قهرمان زندگی خودش بوده،
و تو هم قهرمان زندگی خودتی. پس یه قهرمان. پس قهرمان با قدرت این مسیر رو برو جلو. عید و دست ندیا و آماده شو برای نکته و تست بی‌نظیر. آماده شو برای نکته و تست بی‌نظیر. می‌خوایم با هم بتره کنیم. ان شاءالله کلی اتفاقای خیلی خوب براتون بیفته. و و و و و مرسی از همه انرژی مثبت. به دوستاتون حتما کلاس رو معرفی کنید، در اینستاگرام ما رو دنبال بکنید، کانال تلگرامم، کانال تلگرامم فیلم‌های آموزشی می‌ذارم، برنامه عید گذاشتم. این از این. خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم و از اینکه انقدر انرژی مثبت میدید من چاکرم. و برای توبه هنوز دیر نشده، به دوستاتون بگید برای توبه دیر نشده. ریاضی یکی از پرحجم ترین درس ها هستش و حجم زیادی داره و جمع کردنش دم کنکور برای شما خیلی سخته. اونو بسپارید به ما، سوالای احتمالی حل میکنیم، همه نکات رو آموزش میدیم کامل، همه نکات رو کامل آموزش میدیم، بعد با هم تست میزنیم. علمی تستی همه رو دیدی. این از این. آه به دکتر آرانفر پیغام میدی، کنکور بده دکتر آرانفر، بگو آقای مولای کنکور 1400 و در 2 ثانیه نه 5 ثانیه حل کرد. پیغام میدی آقا، پیغام میدی. و آخرین کلاس 1400 منده تموم شد. به خدا میسپارمتون. عشقید. یا علی. خدا نگهدار. آقا کامرانی، آقا کامرانی.